به نام خداوند بخشنده مهربان پروردگار عالمیان برنامه خود آغاز میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستای عزیزم. امیدوار هستم که لباس و عافیت بر تن داشته باشین و در کنار فامیلتان یک روز خوب سپری کرده باشین. مثل برنامه قبلی آجاقا در برنامه ما آمده و برنامه ما رو رنگین تر ساخته. پس اول بریم امروشن سلام علیکی کنیم. سلام آجاقا، خوب هستین؟ علیکم السلام، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین آجاقا. انشاءالله که هم شما و هم بچه های خوب و نازنین جور و صحتمند باشن. بله، امروز هم مثل روزهای قبلی آمدیم و سوالای دوستای عزیز ما برتان آوردیم آجاقا، انشاءالله که پاسخ سوال خود دوستکای عزیزم بگیرن. پس اگر موافق باشین آجاقا میریم اولین سوال رو میبینیم، پس برمیگردیم. بسیار. اگر انسان بین نماز به تعداد رکعت نمازی که میخوانه شک کند، باید پس از سر نمازش بخونه یا یک دعای خاص برای شکیات نمازش وجود داره؟ سوال دیدیم و شنیدیم دوستای عزیزم و حالا آجاقا پاسخ سوال دوست ما رو میده. بفرمایید آجاقا. خدمت دوست عزیز خود عرض بکنم، سوال خیلی خوبی کردن. گفتن شک کردن در رکعت های نماز، آیا نماز ما دوباره خوانده میتونیم یا نمیتونیم؟ اولا من یک نکته را عرض بکنم خدمت بچه های خوب و نازنین که خوب متوجه سوال های شرعی خود هستند. ببینید شک چند قسم هست. خب شک های سه در نماز های چهار رکعتی هست. ما اگر مثلا در نماز دو رکعتی شک بکنیم نماز ما باطل است، در سه رکعتی اگر شک بکنیم نماز باطل است، پس میماند نماز های چهار رکعتی. در نماز چهار رکعتی اگر شک بکنیم، خب اینجا ما نمیتونیم که نماز خود را از سر بخوانیم. خب باید اینجا دستور این است و احتیاط این است که ما به دستور شک عمل بکنیم. مثلا اگر شک بکنیم که ما سه رکعت خواندیم یا چهار رکعت، باید بنا رو بر چهار بگذاریم، اونجا باید یک رکعت نماز احتیاط استاده به جا آوریم. بله بسیار عالی آجاقا، این واقعا بسیار اهمیت داره برای کودکای عزیز، نوجوانای عزیز که باید بدانه. مثل خودم وقتی که ما یک نماز شک میکنیم باید بفهمیم که چی کار کنیم. پس آجاقا میریم سراغ سوال بعدی، پس برمیگردیم. نماز شب چه اهمیتی داره و چگونه ما او را نماز شب بخونیم؟ سوال دیدیم و شنیدیم دوستای عزیزم. بسیار یک سوال جالب پرسیده بودن دوست عزیزم و جوابش آجاقا برشان میده. سوال رو که دوست عزیز ما کردن سوال خیلی خوبی کردن، خدا برشان توفیق بده که از نماز شب سوال میکنه. نماز شب خدمت شما عرض بکنم دوست عزیز که 11 رکعت است. 8 رکعت آن به صورت دو رکعتی خوانده میشد به نیت نماز شب، یعنی نیت میکنیم دو رکعت نماز شب قربتن الله الله اکبر. دو رکعت دو رکعتی یعنی 4 دو رکعتی میخوانیم میشه 8 رکعت، و دو رکعت دیگر هم به نیت نماز شب میخوانیم میشه 10 رکعت، یک رکعت دیگر به نیت نماز وتر میخوانیم. ولی دستورش این است که در نماز وتر بعد از خواندن سوره حمد 3 دفعه سوره قل هو الله احد را میخوانیم و بعد اون کلمات فرج را و دعای مخصوص که لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم تا آخر میخوانیم. بعد 70 دفعه استغفر الله ربی و اتوب الی میگوییم، و بعد از اینکه 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الی گفتیم، برای 40 مؤمن دعا میکنیم، میگم خدایا فلان مؤمن را مغفرت کن، فلان مؤمن را مغفرت کن، تا 40 مؤمن. حالا اگر از 40 مؤمن هم بیشتر دعا بکنه ثواب بیشتر دارد. این هست دستور نماز شب. خداوند انشاءالله برای شما بچه های خوبی که این سوال ها را میکنید توفیق بیشتر بدهد و به حق ما هم دعا بکنید. بسیار عالی آجاقا. خب میریم سراغ سوال بعدی و پس برمیگردیم. شوبر جان، خودت چی سوالی از آجاقا داشتی؟ شرایط اعتکاف چیست؟ سوال دیدیم و شنیدیم دوستای عزیزم. بسیار یک سوال جالب پرسیده بودن دوست عزیزم و جوابش آجاقا برشان میده. خب آفرین بر این دوست عزیز ما، سوال خیلی جالبی کردن و از اعتکاف سوال کردن، گفتن شرایط اعتکاف چیست؟ اعتکاف یک عمل مستحبی است، ثواب خیلی زیاد دارد، بر آن تاکید شده. چند تا شرط داره، عمده‌ترین شرایطش روزه گرفتن هست. یعنی شخصی که اعتکاف میکنه در مسجد مینشینه،
باید روزه داشته باشه. بدون روزه اعتکاف درست نیست. این یک شرط. شرط دومش این است که او روزه هم باید 3 روز باشه. نمیتونه که در وقتی که اعتکاف میکنه 2 روز روزه بگیره. باید 3 روز را روزه بگیره. شرط سومش این است که در مساجد معتبر باید اعتکاف باشد. مساجد معتبر مثل مسجد النبی، مسجد الحرام، مسجد بصره، مسجد کوفه و مساجد جامع شهر که در هر قریه و محل مساجد جامعی که وجود دارد اونجا می شود اعتکاف را انجام بدهد. یعنی این شرایط عمده اعتکاف همین موارد هست. حالا خود معنای اعتکاف چی است؟ امیرم خوب است که دوستا بدانن اعتکاف در لغت به معنای بازداشتن و بند کردن یک چیز است. همین که خود را در مسجد مثلا اونجا باز می‌داری و ارتباط خود را با بیرون قطع می‌کنی، دیگه 3 شبانه روز در همون مسجد هستی، روزه می‌گیری، نماز می‌خوانی، عبادت خدا را انجام می‌دی، به این میگه اعتکاف. تشکر از اینکه بیننده و شنونده برنامه خودتان بودین. جهان سپاس. ما را از دعایتان فراموش نکنین. ما و آج آقا با اتفاق یک دیگر با شما خداحافظی میکنیم. روزتان خوش. خدا نگهدار.